بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما دوستان خوبم ما توی این جلسه شاره در حال حرکت رو شروع میکنیم و بحث آهنگ جریان شاره و معادله پیوستگی رو بررسی خواهیم کرد با ما همراه باشید بچه تا الان شاره ساکن رو بررسی میکردیم الان میخوام شاره در حال حرکت رو مورد بررسی قرار بدیم یک سری مقدمه هست من اینا رو بگم وارد درس بشیم حرکت شار میتونه مثل شکل الف لایه‌ای باشه یعنی چی یعنی ذرات یک مسیر مشخصی رو یک مسیر یک نواختی رو طی میکنن یا نه میتونه پرتلاتون باشه با تلاتون باشه و این ذرات ما مسیرهای متفاوتی رو طی میکنن تا از یک لوله عبور بکنند خب موضوع بعدی بحث جریان پایاست به چه جریانی میگیم جریان پایا؟ جریانی که مشخصاتش در طول مسیر در طول زمان تغییر نکنه و همون مشخصاتی که در ابتدا داشته تا در طول زمانی که داره حالا حرکت میکنه اون مشخصات رو حفظ بکنه ما اگه بخوایم حرکت های پرتلاتون و پیچیده رو مورد بررسی قرار بدیم دچار مشکل میشیم لازمه که یک مدل آرمانی درست بکنیم یک شرایط ایدئال و تو اون شرایط ایدئال بتونیم یه سری معادلات رو بررسی بکنیم و به تدریج با توجه به شرایط بتونیم اون پیچیدگی ها رو اعمال بکنیم که طبیعتا معادلات پیچیده هم خواهد داشت فعلا میخوایم یک مدل آرمانی داشته باشیم و یک سری معادلات ساده که بتونیم ازشون استفاده بکنیم ما یک سری فرض باید انجام بدیم برای مدل آرمانیمون یکی اینکه فرض میکنیم حرکت ما بدون تلاطم باشه و جریان اون پایا باشه و شاره ما تراکم ناپذیر باشه یعنی حجمش تغییر نکنه وقتی که حجمش تغییر کنه طبیعتاً چگالیش هم تغییر میکنه ما میخوایم تراکم ناپذیر باشه و در نهایت استکاک داخلیش صفر باشه و داخلی وجود نداشته باشه تا ما بتونیم یک شرایط آرمانی رو توی مسائلمون داشته باشیم میخوایم در رابطه با آهنگ شارش جریان صحبت بکنیم فرض بکنید از یه همچین دولهی با سطح مقطع آ یک جریانی از یک شاره داریم که شاره ما با تندی وی به طور یک نواخت در دوله در حال حرکت. خب ما میخوایم ببینیم در یک مدت زمانی مثل تی چه حجمی از این شاره از مقطع عبور میکنه در مدت زمان تی میخوایم ببینیم چه, شا... چه حجمی از شاره عبور میکنه خب در مدت زمان تی اون مقدار شاره ای که عبور میکنه به یه اندازه ای هست دیگه مثلا فرض کنید این طول رو طی میکنه یعنی به این اندازه این حجم از شاره عبور کرده این حجمی که الان اینجا هست در مدت زمان t از سطح مقطع عبور کرده این حجم عبور کرده است توی مدت زمان t بچه آهنگ شارش رو چی تعریف میکنیم؟ آهنگ شارش جریان رو اینطور تعریف میکنیم نسبت حجم شاره, شاره عبور کرده از سطح مقطع آ به مدت زمان عبور این شاره این مدت زمانی که طول کشیده این حجم این حجم از مقطع عبور کرده به این نسبت میگیم آهنگ شارش جریان خب بچه ها این حجم به چه صورت محاسبه میشه؟ مساحت قاعده زب در ارتفاع مساحت قاعده زب در ارتفاع یعنی چی؟ آل به روی زمان خب بچه‌ها این شاره ما این حجم از شاره ما چه مسافتی رو طی کرد تا به طور کامل از این مقطع عبور کنه قبلا فرض کنید تو این قسمت بود مدت زمان تیکه گذشت اومد و به این شکل در اومد یعنی از سطح مقطع ما عبور کرد به طور کامل چه مسافتی رو طی کرد به اندازه طول خودش دیگه فرض بکنید قبلا به این صورت بود الان حرکت کرد به اینجا رسید چه مسافتی رو طی کرد؟ به اندازه L خب تندی این شاره چقدره؟ تندیش V یعنی چی؟ یعنی اون مسافت طی شده جابجایی به جایی به زمان میشه همون تندیش پس بنابراین آهنگ شارش جریان میشه آ وی این رابطه رو به دست آوردیم میخوایم در ادامه از این رابطه استفاده بکنیم میخوایم معادله پیوستگی رو توضیح بدیم میگیم در حالت پایا و در مدت زمان یکسان جرم یکسانی از شاره از هر مقطع دلخواه میگذرد یعنی وقتی که ما مثلا زمان تی برای ما میگذره مشاهده میکنیم در این لوله ای که حالا قطر بزرگتری داره فرض بکنید یه همچین مقداری عبور میکنه توی لوله کوچیکتر با قطر کوچیکتر هم یه همچین مقداری ما چی داریم میگیم اینجا میگیم جرمی که اینجا تو مدت زمان تی از مقطع آ یک میگذره به همون اندازه جرم هم از مقطع آدو دو میگذره در زمان تی خب پس بنابراین چون شاره ما تراکم ناپذیره یعنی چگالیش تغییر نمیکنه از اینجا که میاد اینجا چگالیش تغییر نمیکنه جرمش هم که جرم جابجا جا شده یکسانه پس حجم عبور کرده از هر مقطع در مدت زمان تی با هم یکسانه این چی بود؟ حجم در واحد زمان میشد چی؟ آهنگ پس ما آهنگ آهنگش جریان شاره در هر دلوله بچه ها چیه؟ یکسانه آهنگ جریان شاره چی بود؟ بچه ها به دست آوردیم آ وی پس ما میگیم آ یک وی یک برابر با آ دو وی دو این مقدار ثابتیه در هر دو لوله بنابراین میتونیم بگیم آ 1 V1 با A2 V2 برابر یک بار مرور بکنیم میگیم در مدت زمان معین جرم یکسانی از هر مقطع میگذره چون مایه تراکم ناپذیره حجم یکسانی از هر دو مقطع میگذره حجم یکسان در واحد زمان میشد آهنگ پس آهنگی که آهنگش جریانی که این طرف داریم رو این طرف هم داریم برابر آ وی مقدار ثابتیه یعنی آ آی یک وی ایک با آ دو وی برابر به این معادله پیوستگی بچه ها معادله پیوستگی چی داره میگه میگه آوی ثابت یعنی اگه سطح مقطع کم بشه باید این وی زیاد بشه تا ضربشون ثابت بمونه رابطه هم این رو داره میگه ها اگه این حال طرف این این کنیم بهتر میتونیم متوجه بشیم رابطهش جلوتر می نمیستن. نگاه بکنید پس هرچی سطح مقطع ما کم بشه تندی شار زیاد میشه اینجا باید تندی زیاد شه تا بتونه همون مقدار جرم رو عبور بده دیگه پس اینجا تندی بیشتر از اینجا خواهد بود یک تجربه ای از این داریم همه ما وقتی میخوایم مثلا با شیلنگ باغچه رو آبیاری کنیم برای اینکه سرعت آب رو زیاد بکنیم دستمون رو روی شیلنگ میذاریم و یه مقدار از اون شیلنگ رو با دستمون میپوشونیم و باعث میشه مساحت رو کم بکنیم مساحت رو که کم میکنیم سرعت آب زیاد میشه و با فشار در واقع به جایی که میخوایم در واقع آب رو میریزیم بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم هرچی مساحت کمتر سطح مقطع کمتر تندی شارر طولوله بیشتر خواهد بود خب میخوایم معادل پیوستگی رو یه مقدار بیشتر در موردش توضیح بدیم ببینید A1 V1 شد A2 و V2 درسته من میخوام این تندی ها رو با هم بنویسم سطح مقطع ها رو با هم در واقع این V2 به V1 ما چی میشه بچه ها V2 ضرب A2 شده پس آدوی ما تو مخرجه و یکمون هم زد داره آیک شده پس در واقع تندی با سطح مقطع رابطه عکس داره تندی با سطح مقطع رابطه عکس دارد خب بچه اگر سطح مقطع ما دایره بود این رو میتونیم بنویسیم پی آر یک به توان دو اینم بنویسیم پی آر دو به توان دو پی با پی ساده میشه در واقع میشه آر یک به آر دو به توان دو بچه ها ما میدونیم نسبت قطر با نسبت شعاع برابره واضحه آر یک میشه میتونیم به جای آر یک بذاریم دی یک دوم اینم بذاریم دی دو دوم این دو با این دو ساده میشه میشه دی یک به دی دو پس بنابراین این رابطه ما میشه دی یک به دی دو به توان دو دی چیه قطره آر چیه شعاعه از این رابطه توی حل مسائل استفاده خواهیم کرد بریم سراغ اولین سوال این جلسه گفته شکل روبروی یک تفنگ آب پاش را نشان می دهد که با فشردن ماشه آن آب با تندی زیاد بیرون می آید آ رو داده تندی این حرکت این ماشه وی یک هست و آ 2 در واقع یک لوله با قطر کمتر هست در واقع آدو سطح مقطع اون لوله هست که آب با تندی ویدو از این لوله خارج میشه خب ما چی باید بنویسیم برای حل این سوال باید معادله پیوستگی رو بنویسیم آ یک وی یک میشه آدو دو وی دو این رو مینویسیم و اگه جایگذاری بکنیم آ یک وی یک و آ دو رو وی دو به دست میاد وی دو چقدر شده؟ ویدو شده 15 سانتی متر بر ثانیه در حالی که ما با چه تندی در واقع ما اومدیم این ماشه رو در واقع فشرده کردیم با تندی 15 صدم سانتی متر بر ثانیه ولی با چه سرعتی خارج شده با سرعت زیادتر که 15 سانتی متر بر ثانیه است چرا سرعت زیاد شد چون سطح مقطع کم شد بنابراین سرعت طبیعتا طبق مادر پیوستگی زیاد خواهد شد سال بعدی گفته وقتی شیر آبی را کمی باز کنید و آب به آرامی جریان یابد مشاهده می شود که باریکه آب با نزدیکتر شدن به زمین باریکتر می شود دلیل این پدیده را با توجه به معادله پیوستگی توضیح دهید دقت بکنید پای تخته من حل می کنید. بچه معادله پیوستگی چی میگه؟ میگه میگه آیک 1 با آدو 2 برابره یعنی این سطح مخته ای آب که در حالت بالاتر هست A1 این هم آدو ما میخوایم توجیح بکنیم که چرا این باریکه ای آب با نزدیکتر شدن بزنیم باریکتر میشه بچه پایستگی انرژی مکانیکی یادتونه توی فصل دو داشتیم چی میگفت؟ میگفت ای یک مساویه با ای دو یعنی کایه که به علاوه یو یک با کادوی به علاوه یو دو برابر یعنی چی؟ یعنی کا یک... کایه به علاوه یو ثابته یعنی اگر این در واقع ایمون ثابته ای ثابته ای چیه کایه به علاوه یو یعنی چی؟ یعنی هرچی یو ما کمتر بشه کای ما زیاد میشه تا این مقدار ای چی باشه ثابت بمونه بچه وقتی این آب میاد پایین داره انرژی پتانسیلش چی میشه؟ انرژی پتانسیلش داره کم میشه پس انرژی جنبشیش زیاد میشه پس بنابراین تندیش هم زیاد میشه یعنی اینجا V2 بزرگتر از V1 هست V2 بزرگتر از V1 چون تندی زیاد میشه طبیعتا سطح مقطع باید کم بشه یعنی آدو کوچیکتر از آیک خواهد بود چرا چون آیک وییک با آدو ویدو برابره در واقع در وی ثابته معادله پیوستگی اینو میگه دیگه میگه این ثابته چون وی ما افزایش پیدا کرد حتما آمون باید کاهش پیدا بکنه تا ضربشون مقدار ثابتی بشه از این رابطه هم میتونستیم بگیم یعنی وی دو به وی یک برابر است با آ یک به آ دو این رابطه عکس ای با هم دارند چون سرعت هرچی اومدین پایین سرعت یا تندی زیاد شده تندی زیاد شده مساحت کم میشه چون این رابطه عکس ای با هم دارند سال بعدی گفته در لوله ای پر از آب مطابق شکل زیر آب از چپ به راست در جریان است روی این لوله پنج قسمت A, B, C, D, E نشان داده شده است الف در کدام یک از قسمت لوله تندی آب در حال افزایش در کدام حالت در حال کاهش در کدام قسمت ثابت است خب اول همین قسمت الف رو توضیح بدیم بچه توی قسمت آ سطح مقطع لوله تغییر میکنه؟ نه چون سطح مقطع تغییر نمیکنه آ تغییر نمیکنه V هم تغییر نمیکنه پس تندی توی آ C و ای e ثابته چون سطح مقطع تغییر نمیکنه ولی توی B چون سطح مقطع داره کم میشه برعکس تندی چی میشه زیاد میشه پس اینجا تندی افزایش اینجا سطح مقطع داره زیاد میشه پس تندی داره کم میشه پس تندی کاهش پیدا میکنه و ما قسمت B سوال گفته تندی آب را در قسمت های A, C و E یه لوله با یکدیگر مقایسه کنید بچه سطح مقطع A با سطح مقطع E تقریبا حالا تو شکل یه هست دیگه تو شکل مشخصه که اینا یکی هست سطح مقتعاشون یکیه پس تندیشون یکی خواهد بود تندی آ با تندی ای یکی خواهد بود و حالا میخوایم مقایسه کنیم با تندی در ناحیه C بچا در ناحیه C سطح مقطع نسبت به این دوتا تا کمتره سطح مقطع کمتره پس تندی بیشتره پس تندی C از تندی A و ای بیشتر خواهد بود سال بعدی گفته شکل الف آتش نشانی را در حال خاموش کردن آتش از فاصله نسبتا دوری نشان می دهد. نمایی بزرگ شده از شیر بسته شده به انتهای لوله آتش نشانی در شکل ب نشان داده شده است. اگر آب با تندی یکانیم متر بر ثانیه از لوله وارد شیر شود و قطر ورودی شیر نه و دهم و قطر قسمت خروجی آن دونیم باشد تندی خروجی آب را از شیر پیدا بکنید. ببینید یک قطری داره دی یک با تندی آب میاد وارد یک قطر کمتر میشه دی دو و با تندی وی دو طبیعتا خارج میشه بچا تندی باید چی بشه تندی که از این خارج میشه زیاد بشه چرا چون سطح مقطع کم شده تندی زیاد خواهد بود دقت بکنید من این سوالو حل میکنم معادله پیوستگی چی میگفت میگفت a1 v1 برابر است با آدو 2 اینو طرف این, وسطه این کردیم به این صورت نوشتیم وی دو به وی یک میشه آی آیک به آ و آ آی به آدورم گفتیم که با قطر رابطه ای چی داره مجزوری داره دی یک به دی دو به توان دو خواهد بود خب اینا رو کافیه جای گذاری کنیم وی ما مجهوله وی یک کنیم هست و دی یکمون نه و شیشته هم دی دو دو نیم. به توان دو بچه یه موضوعی رو قبلا هم گفته بودیم یادتونه چی میگفتیم؟ میگفتیم که وقتی که این دی رو ما سانتیمتر میذاریم مجازیم این دی پایینی هم سانتیمتر بذاریم نیازی به تبدیل واحد نیست تبدیل یکا نیست هر دو تا یکا کافیه چی باشن؟ یکسان باشن چون اگه شما بیای تبدیلم بکنی یه دبتان منفی دو این داره یه دبتان منفی دو این داره با هم ساده میشن چه کاریه که تبدیل کنیم پس بنابراین این دوتا کافیه یکسان باشن تندی ها کافیه یکسان باشن هر دو مثلا سانتی متر بر ثانیه باشن مشکلی نداره هر دو متر بر ثانیه باشن مشکلی نداره فقط پس باید چی باشن یکی باشن یا مساحت هم همینطور هر دو سانتی متر مربع باشن هر دو متر مربع باشن فقط باید چی باشن یکی باشن اینو حواستون باشه اینجا ما هر دو تا اینا رو چی گذاشتیم سانتی متر گذاشتیم مشکلی هم نیستش ویمونم چون اینجا سانتیمتر بر ثانیه بود این ویدیو ما هم سانتیمتر بر ثانیه به دست میاد که در نهایت میتونیم ضرب در دهتان منفی دو کنیم که تبدیل بشه به متر بر ثانیه اگه اینو حل کنیم ویدومون میشه 22 ممیز یک متر بر ثانیه یه تبدیل وارد آخرش انجام دادیم دیگه سانتی متر بر ثانیه به دست اومد طبیعتا این وی که ضرب در منفی دو کردیم متر بر ثانیه به دست